سلام دوست من امروز چیزی که میخوام بهت بگم مربوط میشه به اینکه چطور کنترل اسپلیت دیواری رو از مود سرما به مود گرما تبدیل بکنی به طوری که هم از لحاظ رنج دما و هم از لحاظ نوع اپریشنش کاملا صحیح و درست انجامش بدی خب این کنترل اسپلیت دیواری شما مشاهده میکنید مال شرکت تاچیر که با مدل جنرال تر لبخند که یکی از عمومی ترین برندهای های اسپلیت دیواری در کشور ما کاملا برابری میکنه و منوهای اون هم به صور یکسانه خب در مرحله اول شما لازمه که دکمه آن رو بزنید که ما حالا در اینجا رو خود دستگاه هم روشن میکنیم خب همونطور شما مشاهده کردید الان مود کولینگ اینجا فعاله اما ما میخوایم به حالت هیت این رو تبدیل بکنیم پس از این دکمه استفاده میکنیم و رو مود هیت قرار میدیم همچنین دما رو هم به تب باید افزایش بدید ما این کار رو انجام میدیم و ببینیم چه اتفاقی میفته خب ما دمای مورد نظرمون رو انتخاب کردیم رنج 29 این موضوع رو در نظر داشته باشید این عدد میتونه یکی از اعداد کاربردی باشه برای شما منتها بهتره که از این رنج بالاتر نبرید به دلیل اینکه متریال اسپلیت کاملا از پلاستیک فشرده است و ممکنه در اثر این گرما دچار دفرمگی بشه موضوع بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم سرعت فن اسپیده که میتونید این رو تنظیم بکنید به میزان رنجی که خودتون می‌خواید. ما این رو تنظیمش رو انجام دادیم روی های اسپید گذاشتیم و همچنین اینم هم بهتون بگم دکمه مود در بعضی از کنترل ها به عنوان اپریشن هم نامگذاری شده بقیه منوها که به صورت آپشنال و شما میتونید در موارد دیگه استفاده بکنید خب پس یک بار دیگه با هم مرور میکنیم مود اتو وجود داره به صورت اتوماتیک تشخیص میده که سیستم رو باید رو حالت گرمایشی و یا سرمایشی رو اندازی بکنه مود کول cool رو داریم برای سرمایش که به صورت آنالوگ شما تمپرچر رو بهش میدید و مود درای وجود داره بعد اون که مربوط میشه به سیستم رطوبت گیری عموما برای اتاق کامپیوتر و سرور استفاده میشه مود هیت وجود داره که برای گرمایشیه و دمای مناسب رو 28 تا 29 اعلام کردیم و آخرین مود مربوط میشه به مود فن که کاملا به صورت یک دمنده عمل میکنه و شما در این مود به هیچ عنوان مصرف برق برابر با حالت سرمایشی یا گرمایشی یا مدای دیگه ندارید فقط و فقط پنکه خالیه و آمپرش هم بخوام بهتون بگم چیزی در حدود 3 الا 4 دهم آمپر مصفه برق داره خب حالا ما این رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم که سیستم کار رو به اتمام برسونه این موضوع هم در نظر داشته باشید در این حالت گرمایشی یک اتفاق جامعی که به وجود میاد دستگاه در بعضی از این برندها که بلوور عمل میکنه یعنی فرایند را اجرا میکنه همینجور در حال کار کردنه اما در بعضی از برندهای دیگه بلوور کاملا استاپ میکنه و شما مشاهده میکنید به مدت دو الا پنج دقیقه خود دستگاه دمپرش رو باز گذاشته پنل داخلی و هیچ عملیاتی رو انجام نمیده شکر نشد نسبت به این موضوع کاملا فرایند گرما به همین صورته و مطمئن باشید که سیستم در واقع اسپلیت دیواری شما عمل کرد و اون اپریشن درست خودش رو داره خب دوست من اگر از ویدیو من خوشت اومد ازت میخوام که حتما اون لایک بکنی و دکمه سابسکرایب رو بزنی و همچنین زنگوله رو یادت نره چون میخوام اولین نفر باشی که ویدیوهای بعدی ما رو میبینه موفق باشی